درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره روز پنجشنبه 28 ژانویه نوشته است ترکیه برای مخالفان رژیم تهران به جهنمی واقعی و شهرهای این کشور به جولانگاه مزدوران و عوامل امنیتی رژیم ایران تبدیل شده است یکی از پناهجویان ایرانی ساکن ترکیه که پس از حبس و قرارگیری تحت شکنجه در ایران به دلیل شرکت در تظاهرات ماه نوامبر که به بهانه افزایش ناگهانی نرخ بنزین اتفاق افتاد از ایران فرار کرد او به نیویورک تایمز گفته است ما در ترکیه واقعا می ترسیم و تنها برای برطرف کردن نیازهایمان به نزدیکترین سوپرمارکت می رویم و سریعا به خانه برمیگردیم بر اساس گزارش نیویورک تایمز به دلیل موقعیت جغرافیایی ترکیه که با ایران دارد مدت هاست که به عنوان اولین پناهگاه بسیاری از ایرانیان به شما می روید. و ایرانیانی که به دلیل مخالفت های سیاسی تحت تعقیب رژیم ایران هستند از کشور فرار می کنند و به صورت غیرقانونی وارد ترکیه می شوند. طبق گزارش نیویورک تایمز از زمان سرکوب اعتراضات سال 2009 هزاران ایرانی به عنوان پناهنده وارد ترکیه شدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در گزارشی تایید کرده است که تا سال 2017 نزدیک به 40 هزار ایرانی به طور غیرقانونی وارد خاک ترکیه شدند که تعداد چشمگیری از این پناهجویان همچنان بدون حمایت بین در این کشور به سر میبرند که این تعداد با امید بازسکان در کشوری امن قبلا در نمایندگی سازمان ملل ثبت نام کردند این در حالی است که شمار زیادی از مخالفان رژیم ایران در ترکیه طی سالها و ماهای اخیر توسط مزدوران وابسته به سازمان های اطلاعاتی و امنیتی تهران مورد هدف قرار گرفته ربوده یا ترور شدند یک مقام ارشد امنیتی ترکیه گفته در آخرین مورد حبیب اسیوت به وسیله عوامل رژیم ایران در ترکیه رو بوده و به ایران منتقل شده است این مقام امنیتی گفته نیروهای امنیتی و عوامل مزدور ایران حبیب اسیوت را بیهوش کرده و از طریق مرز زمینی وارد ایران کردند فعالان سیاسی ساکن ترکیه از سرنوشتی که روح زم با آن روبرو شد بسیار نگران هستند آنها میگویند ممکن است برای هر یک از مخالفان رژیم این اتفاق رخ دهد رژیم ایران روح الله را با فریب از فرانسه به عراق کشاند و به وسیله مزدوران سپاه پاسداران به ایران انتقال داد و پس از مدتی اعدام کرد. از طرفی دولت ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان برای برقراری روابط بهتر با تهران تلاش می کند توافق نامی استرداد متهمان با ایران را امضا کند که طبق این قرار داد ترکیه حق دارد تنها ایرانیانی را که به طور غیرقانونی از مرز عبور کرده و وارد ترکیه می شوند و یا اجازه اقامت ندارند را اخراج کند. یکی از وکلای حقوقی ترک گفته است نشانه های وجود دارد که ترکیه از زمان روبوده شدن حبیب اسیوت با احتیاط و جدیت بیشتری عمل می کند. گفتنی است که روبایش و ترور پناهجویان سیاسی ایرانی در ترکیه دارای پیشینه میباشد. باشد. آرش شاهشق مدیر مسئول سایت و کانال تلگرامی گیلانو و پناهجوی سحب شده در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و اداره مهاجرت ترکیه یکی از نمونه های در استان وان در سال 2018 و انتقال وی به ایران بود آبان 98 نیز مسعود مولوی وردنجانی مدیر کانال تلگرامی جبه سیاه با شلیک چند گلوله در خیابان شیشلی استانبول ترور شد. چند قبل روسیه خبر از آزمایش موفقیت آمیز واکسن خود داده بود. اما خیلی سریع بار دیگر فریبکاری روزها برای جهان روشن شد و مطرح نشریات علمی جهان کارایی این واکسن را زیر سوال برده و آن را بیشتر تبلیغاتی عنوان کردند. حتی هیچ کدام از دستگاه های مرجع بین المللی حاضر به اعطای مجوز بهداشتی به این واکسن نشدند. حالا در کمال تعجب این واکسن برای ایرانیان خریداری شده. مینو مهرز پزشک مشهور ایرانی در این باره گفت به عنوان یکی از اعضای کادر درمان واکسن روسی را تزریق نمی کنم. تهیه و واردات واکسن کرونا روسی توسط دولت از شانس بد مردم ایران است. به هیچ عنوان از این انتخاب راضی نیستم زیرا تا کنون هیچ اطلاعاتی از این واکسن منتشر نشده. واکسن کرونا باید دارای استانداردهای جهانی باشد از نظر ما واکسن استاندارد است که مورد تایید یکی از منابع بینالمللی باشد که یکی از آنها سازمان بهداشت جهانی و دیگری سازمان غذا و داروی اتحادیه اروپا است در صورتی که این واکسن تاییدیه هیچ کشوری را ندارد نمی چشم مرا هوای تو پر کرده گوش میکنم نمیشنوم گوش مرا صدای تو پر کرده ای چشم من بدون تو نابینا ای گوش من بدون تو ناشنوا با من بمان همیشه بمان با من چند پیش در خصوص مطلبی کاشانی به عنوان شریک حجت الاسلام پناهیان دو مطلب منتشر کردم که با واکنش پناهیان و دفاع بعد و هزینه کردن از رهبری و امام همراه بود بخشی از فعالیت های مطلبی کاشانی مربوط به ساخت و ساز در حوزه ساخت مجتمع های تجاری است و عمده فعالیت های او در دوره قالیباف انجام شده که همراه با تخلفات عدیده بوده که امروز به دو پروژه او میپردازم یکی از ویژگه های مال های او نداشتن پارکینگ است یعنی رضا مطلبی کاشانی یکی از پارکینگ خارهای معروف پایتخت است او در پروژه مجتمع تجاری ابن سینا که در پایین میدان سپا 302 پارکینگ نساخته است مجتمع دیگر برج پارک رویال جنب پل صدر است که در این پروژه هم 305 پارکینگ خاری صورت گرفته است ساخت پارکینگ برای مجتمع های تجاری جزء اولویت های اصلی شهروندان و از الزامات شهرسازی است اما این گونه تخلفات و نقض حقوق شهروندی توسط به فردی با تقوا مانند مطلبی کاشانی که برخی علمای معظم در منزل ایشان قسل داده میشوند و اتفاقا جزو هیئت امنای استان قدس رضوی و غیره میباشند جای تعجب دارد صدا سیما یکی از منابع انتقال ویروس کرونا است حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در توییتی نوشت مینوند آخرین نخواهد بود روی استدیوهای ضبط برنامه و تهیه فیلم و سیال نظارت چندانی نیست من خودم در چندین برنامه شرکت کرده و ملاحظه کردم برای این عزیزان موضوع چندان جدی نیست ماسکا به صورت مؤثر زده نمی شود. فاصله رعایت نمی شود و تهویه هم مناسب نیست کرمانپور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نظرتان این است که این مرحوم در ضبط یکی از برنامهها آلوده شده است نوشت از نظر علمی چنین ادعایی نمیتوان کرد چون آن مرد بزرگ زنده است و نه بررسی دقیق شده است نکته ای که هست یکی از منابع انتقال است دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار